یعنی اگر وقتی که نمیتونست رژیم ایران نمیتونست ادعا کنه که رتب خورد من رتب چون کند و فشار خیلی زیاد میمد، چرا میگیرید، چرا شکنجه میدید، چرا میکشید؟ ولی وقتی که در برابر گفته میشه که اصلا تو حق نداری از این حرف رو بزنی، تو خودت میکشی، خودت شکنجه میدی، خودت کارنامه وحشتناکی از عجیبترین شکنجه ها رو به نمایش میذاری، خودت از رژیم های با مشت آهنین حمایت همه جانبه میکنی، تو عربستان سعودی دربر کشیده داری که گردن زدن مثل آب خوردن برقراره و چیزی به نام پارلمان در اونجا مطرح نیست، روزنامه اپوزیسیون مطرح نیست، اما اونا دوستان صمیمی و دربر کشیده شما هستند. در چنین شرایطی شما میتونید اون عربستان رو، میتونید بحرین رو که این نوع حقوق بشر رو نقض آشکار میکنه تحمل کنید، همچنان اونجا محل استقرار ناوگان پنجم شما باشه و بهترین رابطه رو داشته باشید. پس چگونه عقد رو صحبت از دموکراسی و حقوق بشر بکنید؟ مشکل ما اینجا دقیقاً و این کار ما رو سخت میکنه، بسیار سخت میشه. اما بعد از همین حرفا رژیم بشار اسد در راه بی‌بازگشت افتاده، یعنی با این همه خونی که ریخته احتمال این که همین فردا اعلام انتخابات عمومی بشه و مردم برن رأی بدن وجود نداره، به ویژه اینکه عربستان و قطر و نیروهای پشت اونا این اجازه رو نخواهند داد. اما ما میدونیم که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، جنگ داخلی در سوریه در بگیره، توجه به حداقل ساله گذشته سوریه، اونجا حمام خون وحشتناک خواهد شد. این علوی ها که امروز بهشون میگن علوی، بعد در گذشته زمان امپراتوری عثمانی اقلیت انسان های درجه دو و سه بودن که نصرانی ها بودن که بعدن انگلیسی ها اینها رو زیر بال گرفتن و سعی کردن لورنس عربستان به اینها رسید، همون که عربستان رو ساخت، همون که شریف مکه رو سر قدرت گذاشت. بالاخره در بعد از جنگ اول اینها تونستن سر از غارها و جای مخفی شده بیارن و بیشتر به ناسیونالیسم عربیشون انگوش بذارن تا تفاوت مذهبیشون، چون علوی های گروه به سرا سیکرت سوسایتی جامعه محرمانه هستند که اعتقادات مذهبیشون آمیزه ای از تشیع و عشق به حضرت علی که اون رو در حد خدا میدونند با پاره از اعمال و مناسک مسیحیت، از جمله مراسم به صلیب کشیدن مسیح و عید پاک، اینها رو قاطی کردن، مراسم و مناسک خاص خودشون رو دارن. از لحاظ عربستان سعودی ها وهابی ها اینا واجب القتل هست. حالا این توجه که هست، علوی ها دوران بسیار وحشتناک و خطرناک رو گذروندن تا کودتای حافظ اسد، یا انسان های فراموش شده و مبغوض بودند و یا انسان های درجه دو و سه بودن که از اون به بعد با کودتای حافظ اسد سعی شد که با تفکر سکولاریستی این تفاوت رو از بین ببرن. ولی همه ما میدونیم که وقتی که میلیارد های دلار پول عربستان با اون نیت هایی که در ذهنشون هست و نگاهی که به اینها میکنن و ارتباط سوریه با ایران رو که در نظر میگیرن، پس میتونیم در انتظار یک حمام خون وحشتناک در سوریه رو داشته باشیم. دقیقاً. به هر حال چه این اتفاق شوم بیفته که امیدوارم نیفته، و چه این اتفاق نیفته، واقعیت این هست که این فشارهای جهانی که وارد میشه
افکار عمومی جهان که امروز به عنوان ابرقدرت نوین در صحنه جهانی داره حرکت میکنه، با استفاده بهینه از رسانه‌های اجتماعی اجازه نفس‌های دراز کشیدن دیکتاتورها را نخواهد داد. در نتیجه ایران ما هم حتما به هیچ تردیدی، اگر امروز نه فردا نه چند روز دیگه، حتما استبداد از بین خواهد رفت و میهن ما هم نفس به راحتی خواهد کشید. اما علت این که انگوش گذاشتم روی جزئیات مصر و کشورهای دیگه این بود که حواسمون جمع باشه، نه هر که میاد از دموکراسی حرف میزنه بپذیریم، نه هر که میاد از حقوق بشر دفاع میکنه بپذیریم بدون اینکه کارنامه‌شو نگاه کنیم، نه هر دستی که به سوی ما دراز میشه کمک کنه بگیریم فشار بدیم. خانم آن سان سوچی، رهبر پر آوازه برمه که الان در سفر اروپاییشه، همین 3-4 روز پیش در مصاحبه‌ای در لندن جمله بسیار در بی بی سی رفته بود برای بازی در بی بی سی، جمله بسیار با ارزشی گفت. گفت ما باید بدونیم که هر تحولی در برمه میخواد به وجود بیاد باید از راه خود مردم باشه. ما هرگز هیچ ایده‌ای رو فکر رو از خارج نمیگیریم، گرچه ممکن است کمک‌های اخلاقشون استفاده کنیم، ولی ما به نیروی خود مردممون متکی هستیم. ما ایرانی‌ها باید مواظب باشیم. با این توطئه‌هایی که اشاره کردم، اولا آرزو نکنیم هرگز بر ما مباد که بخوایم اونچه که در لیبی رویداد در ایران ما روی بده، هرگز نخواهیم اونچه که در یمن پیش اومد در ایران ما پیش بیاد. یمن لیبی یک کارنامه شکست خورده رفوزه است، پر از درد و داغ و خونه. بله، ننگی میشه برای ملت ما به شدت چشمامون باز بشه. هم تجربه 33 سال پیش داریم، آرمان‌های زیبای انقلابمون چگونه دزدیده شد، و هم امروز بعد از 33 سال شاهد دزدیده شدن آرمان‌های انقلاب چند ملتیم که به دست کورپوریشن‌ها و دولت‌های برخواسته از کورپوریشن‌ها از بین رفته. پس مواظب باشیم، تنها به خودمون متکی باشیم و گول کلمات زیبایی که بیان میشه نخوریم و سعی کنیم در ورای اونچه که جیغ و داد رسانه‌های کورپوریشن درست کردن، در ماورای اونها رو ببینیم و بین خط‌هایی که می‌نویسن بخونیم و نگفته‌ها رو بشنویم. دقیقاً اهداف اون کسانی که قصد و هدف دارن رو باید تشخیص بدیم، از هر جناح، چه سمت خودمون هستند و چه بیگانگانی که پشت مرز نشستن. بله. و واقعا یک نکته خیلی مهم آقای غربی دقیقا اینه که ما نمی باید به علت این ناراحتی ها، مشکلات، فشارها و این بار سنگینی که بر دوشمون و بر دوش ملتمونه، خودمون رو از چاله به چاه یا از چاه به یک چاه بزرگتر بیاندازیم. حواسمون جمع باشه، کسانی که این صحبت ها رو میکنن، افرادی که این گونه مسائل رو در مورد آزادی و در مورد آینده ایران میزنن، اینا بشناسیم، پرونده های اینا رو بریم یه مقداری با دقت مطالعه کنیم، ببینیم از کجا میان، چه اهدافی دارن. کاملا با شما موافقم و دغدغه بزرگ من این هست که خدای نکرده بعضی از میهنان ما ممکنه تحت تأثیر این فرشته ها و گفته های پاری از هممیهنانی که در آغوش بیگانه غلطیدن قرار بگیرن، و اونهایی که چرکه میندازن که مگه در لیبی چند نفر کشته شد، مگر در تصادفات اتومبیل در جاده های ایران مگه چند نفر کشته میشن. بله، در باغ و سبزشون میان. ما حساب بکنیم که چند هزار نفر در ایران کشته بشن، بدونن اونهایی که این چنین محاسبه‌ای میکنن و چرکه میندازن در درجه اول ناانسان هستن، در درجه دوم خائن به میهنشون هستن. دقیقاً
دقیقاً. اگر من خودم وسط میدون باشم، سینم رو به گلوله بدم و حتی اگر متهم به خودکشی نشم، این به خودم مربوطه که من جانم رو در برابر گلوله برای ملتم مردمم هدیه کردم. ممکنه من حق داشته باشم بگم عیبی نداره، من اول دارم میرم کشته بشم، ولی وقتی که کسی در ساحل امن نشسته، هیچ کس کاری بهش نداره، هر حرفی که دلش میخواد بزنه میزنه، به ویژه اونهایی که در این سالهای دراز تمام افراد خانواده درجه یکشون هم کنارشون هست، اینها چنین سفارشاتی و برای هموطنانشون میدن، هم از لحاظ اخلاقی سقوط وحشتناک اونها رو نشون میده و هم از لحاظ ملی سقوط خیانت‌آمیزشون در دامن بیگانه و در بله. دامن کورپوریشن های نفتی و اسلحه سازی. بله بله دقیقاً، حقارت و ذلت و این جماعت میخوان عادیش کنن و بیارن در میان ملت، که ملت ایران نخواهد پذیرفت با تمام تجربه تاریخی و فرهنگی. بله کاملا همینطور. سپاسگزارم جناب غربی، حتما در گفتگوی دیگر اگرم تونستیم به این بحث این ملیت های ایران و باز همین که خبرایی که داده میشه، حتی خبرایی در سطح امنستی اینترنشنال یا خبرایی که حالا سایت هایی که آدم تا یه حدی هم سایت های درست هستند، به علت بی اطلاعی و بعضی ها هم منظوردار در جهت خواست های بیگانگان، مثلا اگر یک هموطن ما در خوزستان یا در کردستان هست یا در بلوچستان هست، کاری میکنه کار یا غلط یا کار خلافی انجام داده یا کار سیاسی میکنه، با این به عنوان یک بیگانه، به عنوان غیر ایرانی مطرح میشه، مثلا عرب اعدام شد، یک ترک یا پنج عرب اعدام شدن، بیشتر خواهیم پرداخت و این مسائل رو باید به طور مشروع بهش پرداخت که چه اهدافی در پس کله اون کسایی است که این سالهاست این کارا رو میکنن و چه کسانی ساده لوحانه اونا رو تکرار رو. بله حتما در نشست بعدی امیدوارم فرصت داشته باشیم در این باره حرف بزنیم. حتما اینو جزء مطالبی باشه که بهش قطعا اشاره کنم. بله. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. روز و روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره اینکه در منطقه و ایران چه می‌گذرد، ارکستراسیون شرم‌آور و زشتی از فریب و دروغ و نیرنگ و عوام فریبی، وضعیت امروز بهار عربی، قربانی‌های این توطئه‌ها در جهان، خیزش و قیام ملت مصر به کجا رسیده، باز هم طرح خاورمیانه بزرگ بعد از این همه جنایت و فجایع، ارتش آموزش دیده آمریکایی مصر، قیام‌ها و خیزش‌های منطقه و غافلگیری و تأثیرات آن بر آمریکا و اسرائیل، جایگزینی ارتش مصر به جای مبارک و قربانی کردن او توسط آمریکا، انتخابات مصر و نمایش‌های آن، سوریه و اتفاقات و جنایاتی که در آنجا رخ می‌دهد، تصاویری که همه روزه در امپریالیست رسانه‌ای درباره این کشور به نمایش گذاشته می شود، دستور و اولویت ویژه برای این کشور چیست؟ در لیبی چه گذشت؟ امروز در چه وضعی است؟ دلارهای عربستان و قطر و کمک آنها به کشورهای عربی منطقه و شمال آفریقا در جهت خفه کردن صدای دموکراسی؟ یمن و شورش‌ها و کشته‌ها و مقاومت‌ها و شرایط امروز آن، انتخابات تک کاندیدایی و دموکراسی در آنجا، این پرسش که مسئله حقوق بشر و دموکراسی در منطقه و شمال آفریقا به چه حال است، انقلاب دزدیده شده مصر و ضد انقلاب در پیروزی و حاکمیت کامل،
در کشورهای همسایه مصر فاجعه جاری است و در برخی دیگر کشورها هم به زور پول و حق و حساب دموکراسی باطل شده است. این مدافعان حقوق بشر و این فعالان و منادیان حقوق بشر کجایند و چرا در این باره و در این رابطه ها سکوت محض کردند؟ با وجود این همه اعمال غیر دموکراتیک و ضد حقوق بشر و حمایت از دولت‌های مستبد و جنایتکار مثل عربستان سعودی و بحرین، آیا دست رژیم خونخوار ضد انسانی ولایت فقیه برای جنایت‌های بیشتر باز نمی‌شود؟ توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.